با عرض سلام و احترام سهیل هستم با سری آموزش های به دوز یک سر خدمتونم. امروز 22 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 30 مهر ماه سال 1397 اولین جلسه از آموزش و برنامه نویسی اندروید رو با هم شروع میکنیم. زمانی که اندروید صحبتش میشه مطمئنا اپلیکیشن های موبایل هم به ذهن میاد. دقیقا ما قرار هستش که برنامه هایی بنویسیم که بتونیم در نهایت اپلیکیشن موبایل اندرویدی رو تولید بکنیم. پیش نیاز هایی داره. اول پیش نیاز سخت افزارش رو من خدمتون بگم. عرض کردم امروز 22 اکتبر سال 2018 ساعت 11:11 در این زمان شما حداقل نیاز دارید که رم موبایل، رم لپتاپ یا دسکتاپتون حداقل 3 گیگ و پیشنهاد شده که 8 گیگ رم داشته باشید. رزولوشن صفحه نمایششون حداقل باید 1280x800 باشه و فضای مورد نیاز هاردتون حداقل 2 گیگ و پیشنهاد میشه که 4 گیگ فضا داشته باشید. پس قسمت سخت افزاری رو حداقل و پیشنهاد شده رو من خدمتتون عرض کردم. در مورد نرم افزاری که نیاز هستش شما نصب داشته باشید تا بتونیم برنامه نویسی رو شروع کنیم. اولین قسمت JDK Java Development Kit. اگر این روی سیستمتون نصب ندارید، یعنی دوستانی که هنوز برنامه نویسی جاوا رو انجام ندادن، شروع نکردن، چون اونایی که با من داره جاوا رو شروع میکنن یا حتی جاهای دیگه به عبارت دیگه داره آموزش جاوا رو میبینن، حتما JDK رو سیستمشون نصب دارن. ولی اگر نصب ندارید مشکلی نیست، از سری آموزش های خود ویدوزکس شما میتونید، من لینکش رو البته داخل دیسکریپشن همین ویدیو میذارم، اولین جلسه از آموزش جاوا رو من اختصاص دادم به اینکه چطوری JDK رو شما دانلود کنید، نصب کنید و یه تنظیمی دارم اون تنظیم رو انجام بدید. پس قبل از اینکه ما ویدیو رو جلو ببریم شما حتما باید عرضم به حضور شما که JDK رو سیستمتون نصب کنید حتما. اوکی؟ بعد از اینکه JDK رو نصب کردید، من فرض میکنم شما این کار رو کردید، میایم محیطی که قراره کدهای جاوا رو داخلش بنویسیم برای اندروید، که من محیط کد نویسی استاندارد و رسمی که خود اندروید معرفی کرده اندروید استودیو رو نصب میکنم، دانلود میکنم، دانلود و نصب میکنم تا آماده بشیم برای کد نویسی. وارد سایت برای دانلودش، وارد سایت رسمی خود اندروید میشیم، android.com. مستقیم از همین سایت بگیرید. در انتهای این سایت، انتهای صفحه، قسمت developers زبان رو کلیک میکنم، android SDK کلیک میکنم، android studio. سیستم عاملی که من نصارم روی لپتاپم ویندوز 64 بیتیه، ویندوز 10. شما اگر میخواید ببینید سیستم عاملتون چند بیتی هستش در ویندوز، من اینجا کلیک میکنم سیستم، وارد سیستم که شدیم سیستم تایپ اپریتینگ سیستم 64 بیت. پس سیستم عامل من 64 بیتیه، پس مشخص شد من باید کدوم نسخه از اندروید استودیو رو برای سیستم مورد نیاز خودم دانلود کنم. شما بسته به سیستم عاملی که رو سخت افزارتون دارید میتونید دانلود آپشن رو بزنید، میاره آیا ویندوز 64 بیتی دارید، 32 بیتی، مک یا لینکس. برای من ویندوز هم 64 بیتی هستش. دو تا گزینه، فایل رو به صورت زیپ میخواد یا فایل اجرایی میدن، همون فایل اجرایی رو به من بده، اساس نامش رو میخونم، این نرم افزار چه شرایطی داره، به چه صورت هستش، قبول میکنم، قبول نکنید دانلود نمیتونید بکنید، قبول. 927 مگ من از قبل دانلود کردم آماده دیگه، وقت برنامه رو بابت دانلود این نمیگم، شما سیو کنید و دانلود انجام بدید. خب پس مسیر دانلود آیدی اندروید استودیو رو من خدمتون عرض کردم. الان فرض میکنم شما دانلود کردید، آماده هستید، مثل من که دانلود از قبل کردم، من تو این مسیر قرار دادم
آخرین نسخه در تاریخ آموزش، آخرین نسخه رو من شروع میکنم به نصب. اوپن. Run. Setup is loading. Yes. ساب میکنیم تا پنجره تنظیمات. اوکی، ویلکام تو اندروید استودیو ستاپ. اینکه به صورت بیلتین تیکش خورده نمیتونید هست چون باید همین رو نصب کنم. و اندروید ویرچوال درایو، حد فضایی که نیاز داره دقت کنید. من ابتدا به صورت این گفتم شما حداقل فضای هاردتون باید 2 گیگ باشه، میگه 2.6 گیگ من فضا نیاز دارم. نکست. من میخوام داخل درایو دی نصب کنم. شما هر جایی میتونید اون رو نصب کنید، حتی همون درایو سی هستم میتونید دست بزنید بگید همون درایو پیش فرض. نکست و انستال. آموزش رو من از پایه شروع میکنم. فرض میکنم شما به هیچ عنوان زبان برنامه‌نویسی کار نکردید. اگر قرار XML جای استفاده کنیم بهتون میگم به چه صورت، جاوا بهتون میگم به چه صورت، هرچند اینا رو به صورت جدا هم آموزش دادم. آموزش ها رو سعی کنید حتما مطالعه کنید ببینید. دوستان اگر واقعا علاقه داشته باشید و پشت کار داشته باشید شک نکنید، میتونید یک برنامه نویس خوب بشید. یک مقدار خلاقیت در کنار پشتکار شما رو به یک برنامه نویس و در نهایت به یک درآمد خوب میرسونه. من منظورم از پشتکار، حالا شاید به این مفهوم باشه که شما زمانی که میشینید پشت لپتاپ یا پشت سیستمتون، باید با لپتاپتون علاوه بر اینکه دوست باشید بهش تسلط هم داشته باشید، حتی با همون دسکتاپتون. روی یک صندلی بشینید، نه اینکه من لپتاپ رو بردارم روی زمین بشینم، روی موبیل بشینم، روی کاناپه بشینم، پامو دراز کنم و شما میخواید آموزش ببینید. در زمان آموزش دیدن جدی باشید. بله، زمانی که حرفه‌ای شد حالا پاتون رو پاتون بذارید، چشماتون رو ببندید، دستتون رو ببرید و کیبورد برنامه‌تون رو بنویسید، مشکل نیست. دقیقا مثل این نمونه که میخواید رانندگی یاد بگیرید، تعلیم دهندم کنارتون نشسته، شما هم سومین روز هستش، حالا اولین روز کاری ندارم، نه یه هفته هم گذشته، دهمین روز. پنجره رو باز میکنید، یه دستتون رو میذارید بیرون، دست چپتون رو از پنجره بیرون، با یه دست فرمان رو میگیرید، احساس میکنید الان دیگه من راننده هم هستم. اوکی. شما زمانی که راننده هم شدید نباید این کار رو انجام بدید. در مورد برنامه نویسی هم همینه. روی کامپیوترتون تسلط داشته باشید، موقع آموزش تسلط داشته باشید، پشت سیستمتون حداقل 2 ساعت بشینید. تو 2 ساعت لازم نیست حتما زل بزنید، هر 20 دقیقه یک بار سرتون رو بلند کنید به این نقطه دور نگاه کنید تا چشمتون خسته نشه، ضعیف نشه، مهمه. ولی اینطور نباشه که موقعی که میخواید آموزش ببینید 5 دقیقه بشینید، الان برم در یخچال یا یک دور کوچیکی بزنم برمیگردم، حالا زمان هست برای یاد بگیری. بعد اون دور کوچیکی میشه نیم ساعت تا 2 ساعت، بعد میاد یه 5 دقیقه دیگه میخواد آموزش ببینید، یک زبان برنامه نویسی میخواد آموزش ببینید، میشه 2 ساعت. بعد دیگه اون زبان فایده نداره چون ورژن جدیدتر اومده، کلن ماجراش تغییر کرده. اگر اینجوری بخواید یاد بگیرید که یاد نگیرید.
یه مقدار پشتگاه میخواد، وگرنه واقعا چیز خاصی نیست، واقعا چیز خاصی نیست. Installation complete. تا این زمان هنوز من به اینترنت نیاز نداشتم، ولی شما سعی کنید از ابتدا به ساکن اینترنتتون حتما وصل باشه. Next. Run. Import start your setting from. من قبلا رو همین سیستم به عبارت اندروید استودیو رو نصب داشتم، چون داشتم برنامه می‌نوشتم، ولی از اونجا که می‌خواستم به شما آموزش بدم مجبور شدم به طور کامل از حالت نصب در بیارم. و اینکه چطور می‌تونید به صورت کامل اندروید استودیو رو به عبارت دیگه آنستال کنید به طور کامل، اون رو هم در یک ویدیو آموزشی براتون به عبارت دیگه آموزش میدم. چیز رو ایمپورت نکنم چون من کامل به عبارت دیگه همه رو آنستال کردم. دقت کنید، finding available sticky component download. پس باید به اینترنت حتما وصل باشید، حتما. سعی کنید از همون ابتدا که دار کارو شروع میکنید وصل باشید، اینترنتتون متصل باشه. next. حالت استاندارد رو انتخاب میکنم، next و okay. حالا من حالت درکولا رو ترجیح میدم صفحه نمایش من تمش به این صورت باشه. شما اگر دوست دارید تمش به این صورت باشه، سیاست سفید باشه، من میگم نه، مشکی باشه. مشکی هم که نیست، پاکستر. next. تمام اینها مورد نیاز. اوکی، فینیش. ساب کنید تا عملیات دانلود کامل بشه. کامپوننت ها به طور کامل دانلود شد. چون زمان طولانی شد احتمال 90% من قسمت های از فیلم رو که موقع دانلود کامپوننت ها بودش حتما برش میدم که زمان بیاد پایین، نیاز نیست اون قسمت ها. تا اینکه به یه پیغام میرسیم تو همین چند فکر کنم یه دقیقه آخر بود،
اون قسمت خودش نمیدم تا شما دقیقا ببینید رو سیستم من چه اتفاقی افتاد، ممکنه دقیقا همه رو سیستم شما هم اتفاق بیفته. اوکی فینیش. ویلکام تو اندروید استودیو. الان آماده است، پروژه رو ایجاد میکنیم، تنظیم میکنیم و شروع میکنیم به برنامه نویسی. من اینو میبندم چون الان قرار نبود این کار رو انجام بدیم، فقط نصف JDK جلسه قبل این کار رو، یعنی به عبارت دیگه داخل برنامه من چون از قبل نصب دارم، لینک آموزش اول جاوا رو داخل دسکریپشن همین ویدیو میذارم، شما برید ببینید. اول باید JDK رو حتما نصب بکنید، تنظیمش رو انجام بدید، بعد به صورت آنلاین همین کاری که من الان انجام دادم رو بیاید نصب اندروید استودیو رو انجام بدید تا برای جلسه بعد خودمون رو آماده کنیم. پس اگر نصب کردید تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.